متاسفانه حکومت ما و حامیان این حکومت در طول 17 سال گذشته فرصتهای بزرگی را از مردم افغانستان گرفتند، نگذاشتند که همه مناطق مطابق ظرفیت و استعدادی که دارد رشد کند، نگذاشتند سرک گردن دیوار از بامیان عبور کند به سمت هرات و فاصله بزرگترین بندر افغانستان و با پایتخت در حدود 500 کیلومتر کوتاه‌تر سازد. حکومت افغانستان آیا متوجه نیست که اگر فاصله هرات با کابل 500 کیلومتر کمتر شود، سالانه صدها میلیون دلار به اقتصاد افغانستان کمک می شود؟ آیا این را نمی دانند؟ می دانند. حکومت خوب می داند. حکومت خوب می داند. حامیان خارجی حکومت و تمویل کنندگان پروژه ها هم در افغانستان می دانند که اگر عدالت ریشه کنند و به خاطر حب و بغضه های قومی و نژادی مانع پروژه های بزرگ انکشافی نشوند، اقتصاد افغانستان شکوفا می شود. یکی از اون مسائل مسیر توتاب هست، مسیر لین برق 500 کیلوولت هست. بر اساس سرویه هایی که صورت گرفته است، بر اساس تحقیقاتی که توسط شرکت های معتبر خارجی شده است، مسیر بامیان برای لین برق 500 کیلوولت می تواند کمک کند به بهره برداری از معادن بزرگ آهن در بامیان، می تواند کمک کند به ایجاد صنعت ذوب آهن در مرکز کشور، می تواند کمک کند به امنیت شبکه انتقال انرژی در سطح کشور، می تواند کمک کند به تولید 1200 مگاوات برق ارزان قیمت داخلی از معادن زغال سنگ اشپشته بامیان و درسوف سمنگان. چرا حکومت نمی گذارد؟ چرا حکومت راضی نمی شود؟ واضح است نمی خواهند که انسان هزاره صاحب اقتصاد شود. دلیل اینجاست، کسانی که برا افتادید طرح بدیل میکنید، شما با طرح بدیل به این نسل و نسلهای آینده ما خیانت میکنید. ما تنها روشنایی منازل نخواسته بودیم، روز اول هم گفتیم. بحث ما این نیست که چند تا لامپ در داخل این مغاره ها روشن شود. ما میخواهیم در قرن 21 انسان این سرزمین مغاره نشین نباشد. تکبیر! ما میخواهیم انسان این سرزمین صاحب اقتصاد باشد. حق ماست کار داشتن، حق ماست مرفه زندگی کردن، حق ماست در سرزمین آبایی و اجدادی خود مرفه زندگی بکنیم، کار داشته باشیم، سرک داشته باشیم، کارخانه داشته باشیم. تکبیر! شما با برق 220 کیلوولت برای مردم ما چه می آورید؟ آیا شما می توانید به ما بگویید که با برق 220 کیلوولت مصرفی آجیگک ما به بهره برداری خواهد رسید؟ آیا شما می توانید به ما قول دهید که معدن سیاهگره یکاولنگ به بهره برداری خواهد رسید؟ آیا شما می توانید قول دهید روی چه محاسبه ای از معادن عظیم اشپشته و درسوف برق ارزان قیمت داخلی تولید شود؟ ما اینها رو می خواهیم. ما می خواهیم انسان هزاره هم صاحب شهرک صنعتی باشد. تکبیر!
میخواهیم جلال آباد ما گلستان باشد. ما میخواهیم بدخشان و بلخ و هرات ما آبادان باشند. اما ما میخواهیم بامیان و دایکندی ما هم آباد باشد. نگذارید محرومیت بیش از 100 ساله‌ای که بر مردم ما تحمیل شده است تداوم یابد. بزرگان، رهبران، احزاب جهادی، چیزی که امروز روحانی آگاه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین باب محسنی اینجا گفت به عنوان یک عالم دینی بامیان، طرح بدیل برای انسان هزاره اقتصاد نمی سازد، انسان ما را وابسته نگه می دارد. ما می خواهیم سرزمین ما انکشاف یابد، مردم ما صاحب کار و اقتصاد و امنیت و رفاه و رونق شوند. تکبیر! پیشگامان شهید جنبش روشنایی، کسانی که عکس‌های اونها رو می‌بینید، اینها همه نخبگان جامعه ما بودند. اینها همه لیسانسیه‌ها و ماسترها و دکترها و انجینیرهای ما بودند. اونها درست تجزیه و تحلیل کرده بودند. به خاطر اینکه مردم ما از محرومیت که حکومت عبدالرحمن خانی بر انسان هزار تعلیل کرده است نجات پیدا کند، جان فدا کردند. آنها جان دادند تا مردمشان سربلند زندگی کنند، مردمشان در رفاه زندگی کنند. نگذارید خون یاران شهید ما به هدر رود. امروز خانواده های شهدای پیشگام جنبش روشنایی که از همه مناطق هزارستان بودند، از همه مناطق، از غور تا غزنی، از ارزگان تا بلخ، بامیان و دایکندی، هرات، کابل، میدان وردک، خونشان بر چوک دهمزنگ ریخت تا مردمشان با عزت زندگی کنند. امروز خانواده های شهدا از ما میخواهند که اجازه ندهیم خون جوانانشان به هدر رود. تکبیر! امروز تشکر و قدردانی میکنیم